ادامه خبرها از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران. سومین روز از مذاکرات کشورهای 5 به علاوه 1 با رژیم آخوندی بر سر بنبست اتمی در ژنو ادامه دارد. گزارش همچنان حاکی از وجود اختلافات جدی است. گزارشی داریم در همین باره. آسوشیتد پرس گزارش داد روز جمعه گفتگوهای ژنو که یک روز تمام به طول انجامید در حل و فصل اختلافات شکست خورد. اد رویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد روز چهارشنبه جلسه استماع برگزار می‌کند تا مذاکرات با رژیم ایران را بررسی کند. وی گفت قانونگذاران تنها در صورتی با کاهش تحریم‌ها موافقت می‌کنند که غنی‌سازی اورانیوم به طور کامل متوقف شود. اریک کانتور رهبر اکثریت کنگره که در دست جمهوری‌خواهان است نیز گفت اگر مذاکرات ژنو نتواند به طور کامل برنامه اتمی رژیم ایران را متوقف کند این توافق ناقص خواهد بود. وی تاکید کرد ما نباید برای یک توافق بد عجولانه عمل کنیم، بلکه باید فشار را بالا نگه داریم تا اینکه رژیم ایران به طور قابل توجهی عقب بنشیند. در همین حال لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفت کشورش خواستار توافقی معتبر در مورد برنامه اتمی رژیم ایران است. لوران فابیوس افزود سوالات مهمی هنوز حل و فصل نشده است. نکاتی هستند که ما نسبت به آنها راضی نیستیم. فرانسه حاضر به پذیرش تفاهمی شکننده نیست. من یقین ندارم که ما کار را در این مرحله تمام کنیم. وزیر خارجه فرانسه خاطر نشان کرد توقف راکتور آب سنگین عراق از جمله موضوعات مورد توجه فرانسه است و تمام تلاش خود را برای توقف آن انجام خواهیم داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز نسبت به این مذاکرات که امیدوارند توافقی را امضا کنند ابراز نگرانی کرد. کری روز جمعه به خبرنگاران گفته بود هنوز مسائل مهم حل ناشده‌ای روی میز هستند. همزمان با مذاکرات در ژنو بحران زهرخوران اتمی و رابطه با آمریکا جنگ گورکا را تشدید کرده است. در حالی که ظریف وزیر خارجه آخوند روحانی با سرخوردگی از دست نیافتن به امتیاز کاهش تحریم‌ها از وجود فاصله خبر می‌داد، ارگان ولی فقیه ارتجا واکنش آمریکا نسبت به تحریم‌ها را تیر خلاص به مذاکرات خواند و نوشت یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد واشنگتن قصد لغو هیچ تحریمی را ندارد و دولت اوباما صرفاً در پی یک وقفه کوتاه در تلاش‌ها برای تحریم بیشتر است. کیهان خامنه‌ای در مطلب دیگری نیز نوشت توافق در ژنو سراب است. اردوکشی غیرمنتظره وزرای خارجه آمریکا، فرانسه و انگلیس به ژنو و اظهار نظر مقام‌های رسمی این کشورها درباره مذاکرات در حال انجام میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 زمینه قابل قبولی برای نتیجه مثبت مذاکرات باقی نمی‌گذارد. ارگان ولی فقیه ارتجاع افزود تا دیشب جزئیات مذاکرات و توافقات همچنان در حاله‌ای از ابهام باقی ماند. آیا آمریکا به دنبال یک توافق متوازن و پایاپای با ایران است یا مهندسی جدیدی برای تداوم خدعه و خیانت با ایران در میان است؟ ارگان ولی فقیه ارتجاع تاکید کرد مذاکرات ژنو آغاز یک راه پرسنگلاخ است. باید از ایجاد انتظار و امید خلاف واقع پرهیز کرد. همزمان با مذاکرات اتمی در ژنو، دولت کانادا نسبت به نیرنگ و فریب رژیم آخوندی هشدار داد و بر لزوم اقدامات عملی توسط این رژیم تاکید کرد. جان برد وزیر خارجه کانادا در مقاله‌ای زیر عنوان ایستادن در کنار یک ملت تحت ستم در روزنامه نشنال پست این کشور نوشت ما فرصت ساده لوحی نداریم. مردم ایران هم که به مدت بیش از حد طولانی رنج برده اند همینطور. ما باید رژیم ایران را با اعمالش و نه با حرفهایش مورد قضاوت قرار دهیم. روحانی 100 روز اول خود را در مسند قدرت پشت سر گذاشت، اما با هر سنجشی
اقدامات وی ناچیز بودند. وزیر خارجه کانادا تاکید کرد رژیم ایران باید با برداشتن گام‌های مشخص به نگرانی‌های مشروع جامعه بین‌المللی پاسخ بدهد. اول اجازه بدهید تا گزارشگر ویژه سازمان ملل به منظور بررسی وضعیت حقوق بشر از ایران دیدار و بدون مانع یا محدودیت با هر کسی صحبت کند. دوم تصویب و اجرای مفاد کنوانسیون علیه شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای وحشیانه غیرانسانی و تحقیرآمیز. گذاشتن منع قانونی برای مجازاتهای شامل انفرادی طولانی مدت، گرفتن اعتراف زیر شکنجه، شلاق و سنگسار و محروم کردن زندانیان از درمان پزشکی. سوم، بررسی سوء استفاده از زندانیان در بازداشتگاه‌های رژیم ایران و حصول اطمینان از تعقیب و مجازات عاملان. چهارم، تضمین آزادی بیان در قانون و در عمل از جمله دسترسی نامحدود به اینترنت. جان برد اضافه کرد بر این اساس است که کانادا بار دیگر قطعنامه ای را در مورد کارنامی حقوق بشر رژیم ایران در سازمان ملل متحد مطرح کرده است. کانادا در کنار مردم ایران می ایستد به این امید که به زودی شاهد برخوردار شدن آنها از حقوق پایه‌ای، کرامت و احترام باشد. خبرگزاری رویتر در گزارش پیرامون اقدامات در کنگره و سنای آمریکا برای تشدید تحریم علیه رژیم آخوندی نوشت کمیته بانکی سنای آمریکا در نظر دارد یک لایحه قانونی برای اعمال تحریم‌های جدید بر فروش نفت رژیم ایران مشابه آنچه که کنگره آمریکا در ماه ژوئیه تصویب کرد ارائه کند. در همین حال بعضی از قانونگذاران جمهوری‌خواه در نظر دارند که لایحه تحریم‌های سخت‌تری را به عنوان متمم لایحه دفاعی که انتظار می‌رود ماه آینده مورد بحث قرار بگیرد ارائه کنند. این لایحه قرار است روز 18 نوامبر در سنای آمریکا مورد بحث قرار گیرد. خبرگزاری رویتر افزود تعدادی از قانونگذاران گفتند در ازای تعلیق غنی‌سازی و اجازه بازرسی‌های سرزده حاضر به کاهشی در تحریم‌ها هستیم. رویتر افزود روز پنجشنبه در واشنگتن سخنگوی کاخ سفید گفت که کشورهای غربی یک کاهش جزئی از تحریم‌ها را در ازای اقدامات روشنی که نشان بدهد رژیم ایران برنامه اتمی خود را متوقف کرده است در نظر می‌گیرند. اما کنگره آمریکا بر آن است که خط سخت‌تری از کاخ سفید در پیش بگیرد. بسیاری از قانونگذاران من جمله تعدادی از قانونگذاران از حزب دموکرات معتقدند که تحریم‌های سخت باعث آوردن رژیم به پای میز مذاکره شده است و اصرار دارند که تحریم‌های باز هم سخت‌تری نیاز هست که رژیم را از گسترش برنامه اتمی خود باز دارد. لومان چاپ پاریس دست کشیدن رژیم آخوندی از جاه‌طلبی‌های اتمی را یک توهم خواند و در سرمقاله روز گذشته خود در مورد مذاکرات کشورهای 5 به علاوه 1 با این رژیم نوشت حسن روحانی معتقد است آینده رژیم را وخامت وضعیت داخلی ایران تهدید می‌کند. او خواستار لغو دست کم بخشی از تحریم‌های اقتصادی و مالی است که بر رژیم ایران اعمال شده است. او به این هدف دست نخواهد یافت مگر آنکه با 5 عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان بر سر مسئله اتمی به توافق برسد. اما این یک توهم است که تصور شود رژیم ایران از سرمایه گذاری عظیمی که کرده دست برخواهد داشت و امتیازاتی که از آن خواسته می شود را خواهد پذیرفت. روزنامه لوموند اضافه کرد ظریف می گوید اطمینان محتاطانه ای به حصول نتیجه از مذاکرات دارد و زمان زیادی برای او باقی نمانده است. چنانچه روحانی سریعاً به نتایج ملموسی دست نیابد رقیب او دست بالا را پیدا خواهد کرد. توفیق مذاکرات مستلزم هماهنگ شدن رژیم تهران با خواستهای گروه 5 به علاوه 1 است که موضع آن بر چندین قطعنامه ملل متحد استوار است. رژیم ایران باید غنی‌سازی اورانیوم تا درجات نزدیک به سطح نظامی را متوقف کند، تأسیسات زیرزمینی فردو را برچیند و کارخانه تولید اورانیوم عراق را که مسیر دیگری برای ساخت بمب می باشد را ببندد. روزنامه فرانسوی فیگارو نیز نوشت پس از 12 سال تخاصم، مخفی کاری و بلوکاژ
امروز برای دادن فرصتی به صلح باید روی قول و عمل دشمن حساب و شرط بندی کرد. بین رژیم ایران و غربی ها ذخیره اعتماد مدت هاست به پایان رسیده است. پس امید به رسیدن به یک توافق همه جانبه و فوری توهمی بیش نیست. فیگارو افزود لازمه پیشبرد مذاکرات ژنو متوقف ساختن شمارش معکوس بمب اتمی رژیم ایران می باشد. کافیست ملایان شفافیت در برنامه خود را پذیرفته و نشان دهند که خواهان یک مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه نیستند. هنگامی که نمایندگان اوباما و روحانی به گفتگوها بین خود پایان دادند، تازه باید مخالفان خود را قانع کنند. به گزارش شبکه جهانی بی بی سی، عربستان سعودی برای مقابله با تهدید اتمی رژیم ایران ممکن است به زودی از طریق پاکستان به سلاح اتمی دست پیدا کند. آنها قبلا پول بمب را پرداخت کردند و فقط کافی است سراغ پاکستان بروند و آنچه می خواهند را تحویل بگیرند.